سلام دوستان و همراهان گرامی کانال بروزترین در این ویدیو با چای آسام آشنا خواهیم شد و قبل از دیدن این ویدیو از کانال بروزترین حتما این ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید چای آسام یکی از انواع چای سیاه است که به طور سنتی در آسام منطقه‌ای در شمال شرقی هند نزدیک مرز بنگلادش و میانمار و یکی از بزرگترین مناطق تولید چای در جهان رشد می کند. عطر و تعم این نوع چای سیاه مانند مالت یا آب جو بوده و رنگ روشنی دارد. برگ های تازه چای آسام پس از برداشت خشک می شوند. در مرحله بعد تحت دمای بالا قرار می گیرند تا فرایند اکسیداسیون روی آنها کامل شده و خشک شوند. این فرایند تغییرات شیمیایی در برگ ایجاد کرده و باعث طعم منحصر به فرد و رنگ خاص این نوع چای سیاه می شود. چای آسام اغلب به عنوان چای صبحانه شناخته می شود و بسیاری از چای های صبحانه از جمله چای ایرلندی و چای انگلیسی از آسام یا ترکیبی از آن تهیه می شوند. در ادامه همراه ما باشید تا با تمامی فواید چای سیاه آسام برای سلامتی بدن بیشتر آشنا شوید. منبع غنی آنتی همه انواع چای سیاه از جمله آسام حاوی ترکیبات گیاهی منحصر به فرد توفلاوین ها و کاتشین ها هستند که به عنوان آنتی های قوی شناخته شده و با کاهش رادیکال های آزاد بدن خطر ابتلا به التهاب، بیماری و پیری زودرس را کاهش میدهند. تقویت سیستم ایمنی بدن تحقیقات اولیه نشان می دهد که ترکیبات پولیفنول موجود در چای سیاه آسام ممکن است در دستگاه گوارش مانند یک پریبیوتیک عمل کنند. پریبیوتیک ها باعث افزایش رشد و نگهداری باکتری های سالم روده شده و به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کنند. سرطان مطالعات متعدد آزمایشگاهی و حیوانی نشان می دهد که ترکیبات مختلف چای سیاه ممکن است رشد و گسترش سلول های سرطانی را مهار کنند. بهبود عملکرد مغز تحقیقات اولیه نشان می دهد توفلاوین های موجود در چای سیاه آسام ممکن است به بهبود عملکرد مغز کمک کرده و به عنوان یک درمان یا روش پیشگیری برای بیماری های مغزی مانند آلزایمر عمل کنند. افزایش انرژی بدن مقادیر قابل توجه کافئین موجود در چای آسام به تقویت انرژی روزانه بدن و بهبود روحیه کمک می کند. به همین دلیل بیشتر به عنوان چای صبحانه استفاده می شود. عوارض و مذرات چای آسام کافئین بالای آن ممکن است باعث مسمومیت شود. مقدار دقیق کافئین در یک فنجان یا 240 میلی لیتر چای آسام معمولا حدود 60 تا 112 میلی گرم است. برای اکثر افراد مصرف بیش از 400 میلی گرم کافئین در روز با بروز عوارضی مانند تپش قلب، استراب و بیخوابی می شود. در دوران بارداری پیشنهاد می شود که مصرف کافئین تا حد اکثر 200 میلی گرم در روز محدود شود. جذب آهن را کاهش می دهد. چای آسام به دلیل مقادیر بالای تانین که دارد ممکن است جذب آهن را کاهش دهد. برخی تحقیقات نشان می دهد که تانن با آهن مواد غذایی ارتباط برقرار کرده، هضم را مختل کرده و جذبشان را کاهش می دهند. چای آسام چیست؟ طبیعت و مزاج چای سیاه آسام سرد و خشک می باشد. چای سیاه آسام سرشار از آنتی ها، ها، تیامین، تیوفلاوین، کاتچین و کافئین است. امیدوارم که این مطالب برای شما مفید بوده باشد و از اینکه تا پایان با ما همراه بودید سپاس گذاریم لطفا کانال بروزترین رو سابسکرایب کنید و ما را به دوستانتون معرفی کنید